روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه شب در پایان جلسه سران قوا بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به زودی گام سوم کاهش تعهدات برجامی را برخواهد داشت و بخشی از تعهدات برجامی را لغو خواهد کرد بی افسود اقدامات ایران در چارچوب مقررات آژانس است و هر زمان که اروپا به تعهدات خود برگردد ایران هم به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت رئیس جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش درباره مباحث مطرح شده در جلسه قوا گفت سران قوا بر ضرورت فراهم کردن فضای مناسب تر برای مردم تاکید کرده و گفتند فضای مناسبی باید تأمین شود که از یک طرف بر فراهم کردن فضای مناسب برای تولید و فعالیت اقتصادی متمرکز باشد و از سوی دیگر مردم احساس کنند که از طرف نظام با انحراف، فساد و تعدیب المال به درستی برخورد خواهد شد. روحانی درباره اهداف آمریکایی ها از اقدام به تحریم اقتصادی علیه ایران گفت هدف اول آمریکایی ها تغییر نظام بود اما در مرحله دوم به این هدف تاکید داشتند که اگر نتوانستند به هدف نخست دست یابند نظام را تضعیف کنند وی افسود سومین هدف آنها نیز این بود که مذاکرهای را به نحوی که خودشان بخواهند بر ما تحمیل کنند مقام های جمهوری اسلامی فهم ضعیفی از روابط دیپلماتیک دارند. دشمنی با آمریکا برای مقام های جمهوری اسلامی آنقدر به امری ذاتی و بیدلیل تبدیل شده است که در چارچوب روابط سیاسی و دیپلماتیک بین کشورها کمتر قادر به تحلیل سیاسی و روابط فیما بین هستند. جمهوری اسلامی ایران منابع فراوان اقتصادی در اختیار دارد که چه از نظر مصرف کالایی و چه از نظر بهرهبرداری از منابع میتواند منافع زیادی برای ایالات متحده داشته باشد. منافع گسترده‌ای که حتی دولت وقت آمریکا را هم مجاب کرد که دوستی دیرین با شاه ایران را نادیده بگیرد و به امید تداوم روابط اقتصادی و تجاری با ایران و حفظ ایران به عنوان یکی از مهمترین فروشنده های نفت و خریداران کالاها و خدمات آمریکایی در منطقه به دنبال ادامه روابط دیپلماتیک و تجاری با ایران باشد. در حالی که دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان امیدوار به مذاکره دو دوجانبه با ایران است محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در فرودگاه جاکارتا در بنگلادش اعلام کرد جمهوری اسلامی از او نه توقع حل مشکل دارد و نه او میتواند مشکلات جمهوری اسلامی را حل کند او افزود آقای ترامپ بهتر است به جای حل مشکل برای مردم ایران مشکل درست نکند ظریف این اظهارات را در واکنش به سخنان ترامپ در خصوص رد درخواست فرانسه برای ایجاد معافیت‌های تحریمی برای ایران مطرح کرده است. او در دیدار با وزیر دارایی فرانسه که برای گفتگو با ترامپ برای ایجاد برخی معافیت های تحریمی به واشنگتن سفر کرده بود اعلام کرد نمیتواند تحریم ها را بردارد در عوض اعلام کرد شرایط اقتصادی ایران بسیار وخیم است و جمهوری اسلامی دارای مشکلات جدی اقتصادی است وی تاکید کرد اگر مذاکره بین ایران و آمریکا انجام شود همه این مشکلات در 24 ساعت قابل رفع هستند وزیر امور خارجه ایران در ادامه اظهاراتش درباره ترامپ اظهار داشت وی حتی قادر به حل مشکلات مردم آمریکا هم نیست و به او توصیه کرد بهتر از ترامپ تلاش کند تا مشکلات مردم آمریکا را که هرچند وقت یک بار ای از مردم جان خود را به خاطر یک هفت تیرکش از دست میدهند حل کند به همچنین در خصوص اقدام اروپا برای رایزنی با آمریکا اظهار داشت اروپایی ها باید بدانند که هرگاه بخواهند برای اقداماتشان از آمریکا اجازه بگیرند این کشور هیچگاه به اینها اجازه نخواهد داد وی افسود نمی توان از کشوری که سیاست خود را بر فشار حداکثری قرار داده درخواست کرد که فشار خود را کم کند وی افسود اروپایی ها قادر نیستند به ایران امتیازی بدهند یا به ایران لطفی بکنند آنها قرار است به تعهدات خودشان عمل کنند ظریف تاکید کرد اجرای این تعهدات نه وابسته به آمریکاست نه وابسته به اجازه آمریکا پیش از این عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم با اعلام نظر مثبت نسبت به گشایش خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای ایران گفته بود جمهوری اسلامی آمادگی دارد که در قبال دریافت 15 میلیارد دلار کاهش تعهدات برجامی خود را به تعویق بیندازد. در همین حال رئیس جمهوری فرانسه نیز از جمهوری اسلامی خواسته است تا در تصمیم خود برای کاهش تعهدات برجامی در گام سوم تشدید نظر کند و راه را برای تلاش‌های دیپلماتیک که در جریان است باز بگذارد. ترامپ در روزهای اخیر اعلام کرده است احتیاجی به میانجی ندارد و اگر ایران و آمریکا بخواهند با هم گفتگوی انجام دهند برای انجام آن نیازی به میانجیگری کشوری مانند فرانسه ندارد این در حالی است که ایران بارها اعلام کرده است که در چارچوب گفتگوهای دو جانبه با آمریکا گفتگو نخواهد کرد و هرگز فرصت استفاده تبلیغاتی از این دیدار دو جانبه را به آمریکا نخواهد داد اما در عین حال با اقدامات اخیر و مقاومت آمریکا در خصوص ایجاد معافیت های تجاری برای اینکه اروپا بتواند این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری را برای ایران باز کند برخی از ناظران پیش بینی می کنند که شرایط سیاسی در داخل برای دولت دشوارتر و پیچیده تر خواهد شد. سردار سرلشکر پاستار حسین سلامی فرمانده ی کل سپاه در بوشهر طی سخنانی به تشریح موقعیت کنونی پرداخت وی گفت آشورا عبرت های سخت و فراموش نشدنی است و یادآور این مهم است که اگر جامعه ای امام خود را نشناسند و اسیر ترس، جهل و تمع شوند تماشاگر شهادت امامشان و اسارت فرزندان او خواهند بود و هرگز تاریخ آنها را نخواهد بخشید. سردار سلامی با بیان اینکه برای حفظ حاکمیت ارزشهای اسلام هیچ راهی جز جهاد و شهادت وجود ندارد تصریح کرد این عبرت های بزرگ آشوراست و ما امروز در مسیر همان رسالت قرار داریم وی با بیان اینکه تاریخ استان بوشهر همیشه شاهد دفت شدن رویاهای استعمارگران است گفت در این راستا هنوز گورستان انگلیسی ها در شهر بوشهر دیده می شود. دست های آمریکایی ها در این استان بالا رفت و ابهت آمریکا شکسته شد وی با بیان اینکه همه نظریه ها علیه اسلام شکسته شد تصریح کرد آنچه امروز به اثبات رسید این است که با تکیه بر اسلام و دین خدا تحت تاثیر رهبران الهی و ولایت فقیه می توان با دشمنان بزرگ جنگید و به پیروزی رسید و آسیب ندید فرمانده یک کل سپاه پاسداران با اشاره به اینکه این, این مدل به یک الگوی جهانی تبدیل شده است گفت هنر انقلاب اسلامی تبدیل نظریه اثبات شده ی امکان پیروزی بر قدرت های بزرگ و تبدیل آن به یک الگوی مجسم و عینی روی زمین بود که دلها به آن مطمئن شد و قلبها استحکام میافت. فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به اینکه در تحریم اقتصادی ایران تبدیل به قتلگاه سیاست های تحریم اقتصادی دشمن شده است افسود دشمنان از دور و نزدیک از طریق ماهواره ها و حضورهای مستقیم این مهم را مشاهده می کنند که هیچ یک از شهرهای ایران چهره یک کشور تحریم شده را ندارد سردار سلامی تصریح کرد همه شهرها در حال آبادتر شدن هستند و نشان می دهد که ظرفیت های این ملت فراتر از دامنه قدرت دشمنان در تحریم، فشار و انزواست. سلامی با بیان اینکه آمریکا تنها کشوری است که اعتبار از دست رفته خود را تنها با مذاکره با مقامات ایرانی می بیند خاطر نشان کرد. ایران کاملا بر های دشمن مسلط است، همه آرزوی رئیس جمهوری آمریکا چند دقیقه مذاکره با یک مقام ایرانی است البته هیچکس مذاکره نمی کند و همه میدانند مذاکره بازی در میدان و هدف دشمن است و هیچکس دشمن را در رسیدن به هدف یاری نمی کند کما اینکه دشمن هم در حل مشکلاتمان ما را یاری نمی کند. سردار سلامی با بیان اینکه راه حل از طریق دشمنان ناممکن است افزود، راه حل از درون اراده ها و باورها و اعتقادات خودمان می وی با بیان اینکه ایران اسلامی بزرگ و قدرتمند است گفت کجاست آن دوازده شرط وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره با ایران همه آنها دفن شدند حتی در تاریخ هم نماندند فرمانده کل سپاه پاسداران به فضای عملیات روانی آمریکا علیه ایران پرداخت و افسود در فضای عملیات روانی آمریکا مهیب دیده می شود اما در فضای واقعی بسیار کوچکتر از آن است که در فضای عملیات روانی دیده می شود بی در پایان گفت جمهوری اسلامی چشم ساری از تولید قدرت است قدرتی که نه تنها در سخت افزارها نهفتند بلکه اصل قدرت در اراده ایستادگی است موجودیت قدرت در ایران زنده است قدرتی که از درون قلب ها می جوشد و به انسان ها استحکام در ایستادگی می بخشد این اصل قدرت است وی بیان کرد اینکه ما دشمن را با قفل شدن در سیاست مواجه کرده ایم این قدرت است و توپ و تانک و موشک جلوه و محصول قدرت هستند این سخنان شعاری سردار سلامی متضاد صحبت‌های سران سقوه است که به کسری دویست هزار میلیاردی بودجه معترفند و وضعیت تبرم و اشتغال روز به روز در حال بدتر شدن است. در گذشته نیز سپاهیان با اصرار بر عدم مذاکره کشور را در موقعیت‌های بحرانی سوق می‌دادند و در عین حال نهادهای اقتصادی سپاه در چنین موقعیت‌های غیرعادی این چنین پول می‌سازند. شعارها و رجسخانی ها اگر مبتنی بر موقعیت ها و توانایی های واقعی نباشند به سرعت می تبدیل به ضد تبلیغ برای ایران شود. احسان شریعتی استاد دانشگاه تهران در گفتگویی به ابعاد و چالش های سیاسی جامعه ایران پرداخته است. شریعتی ابتدا با نگاهی به شخصیت ترامپ حضور وی را در قدرت در کشورهای پیشرفته غربی نمادی از گرایشات واپسگرایانه معرفی می کند که از بحرانهای حاکمیت خط اقتصادی اجتماعی نولیبرال چند دهه گذشته اروپا و آمریکا می داند. شریعتی اعتقاد دارد آمریکا با تبلیغاتش میخواهد به همگان ثابت کند ایران کشور خطرناکی است و وظیفه جامعه این است که در شرایط کنونی روشی را پیاده کنیم که تبلیغات منفی آنها خونسا شود وی افسود باید جامعه فرهنگی را تقویت کنیم و برای تغییر افکار عمومی جهان فضا را برای آمده شده چهره های فرهنگی، مدنی و اقتصادی باز کنیم. وی معتقد است مراکز فرهنگی و سندیکاها باید با معادلها و همسنفان خود در دنیا ارتباط داشته باشند او در انتقاد به دولت و عملکردش عنوان کرد این دولت نتوانسته حقوق مربوط به خود را از دیگر بخشها بستاند و حتی گاهی هم حق خود را تضعیف نموده است او نمونه بارز از ضعف دولت در گرفتن حقوق به حق خود از اتهاماتی که در تلویزیون ایران بر علیهش طرح می شود عنوان کرد که نمی تواند از حق خود دفاع کند. شریعتی مسئله ضعیف بودن دولت را مهم تلقی کرد و از نگاه او وقتی دولت ضعیف است نشانگر این است که جامعه نیز ضعیف است. چرا که دولت منتخب باید نماینده جامعه باشد وی مطالبات مردم را نخست معیشتی یا همان اقتصادی میداند و در همین زمینه می میافزاید عموم مردم باید یک حداقلی از زندگی داشته باشند برای نمونه فردی که جزء طبقه متوسط است هنگامی که برای خرید مایحتاج پا به مغازه میگذارد متوجه می شود که یک چهارم قدرت خرید او از بین رفته ولی درصدی به حقوقها اضافه نشده است. شریعتی با نگاهی به وضع اقتصادی کشور و مشکلات موجود در حالی که معتقد است اوضاع اقتصادی باید مدیریت درستی داشته باشد و آری از هر گونه فساد باشد ادامه می دهد. اکنون فساد رفته رفته فراگیر می شود که اختلاس ها و معاملات نادرست مزید بر آن شده است. وی راه خروج از بحران را استفاده از ثروت عمومی می داند که بتواند مشکلات اقتصادی همه مردم را پاسخگو باشد و این ثروت تنها نفت نیست. و به نقل از زندیات مهندس صحابی نفت یک درآمد ملی است در صورتی که درآمد نیست بلکه سرمایه ملی است نفت باید ثروت و سرمایه بلقوه باشد که به واسطه آن اقدام به کارهای دیگر کرد شریعتی اقتصادی را سالم میداند که بتواند از جامعه دفاع کند اما از زمان دوره سازندگی به این طرف به این بهانه که بخش خصوصی و سرمایه داری می بایست رونق بگیرد و قوی شود قشری سرباز کرد که تعداد صفرهای پولهایشان را نمی توانند بشمارند و در مقابل جامعه ای قرار دارد که فقیرتر از همیشه و در بحران معیشتی شدید به سر می برد. و ادامه این روند معیوب جامعه را به انفجار می رساند. شریعتی در تعریف قدرت واقعی در هر کشوری گفت قدرت واقعی همان سرمایه اجتماعی است بدین معنی که قدرت باید به اعتبار فرد در جامعه برگردد حتی این قدرت امکان دارد با ورود فرد به قدرت دولتی ضعیف شود مانند اصلاح که الان در قدرت قرار گرفتند ولی نهادهای اصلاحی در اجتماع ضعیفتر گشتند مانند انجمن اسلامی در دانشگاه ها که امروز ضعیفتر از گذشته شدند به خواهان استفاده از نیروی سالم برای انجام اصلاحات اساسی شد و آن را حمایت کرد به گزارش رویترز کارشناسان سازمان ملل امروز جمعه در گزارشی جدید برای کمیته نظارت بر تحریم های کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل آورده برنامه تسلیحات هسته‌ای پیونگیانگ بدون وقفه ادامه دارد. این گزارش که یک دوره شش ماهه از فوریه به بعد را شامل می شود با اشاره به پیشرفت های کره شمالی در توسعه موشک های بالستیک نوشته است با توجه به توسعه موتور موشک هدف فعلی کره شمالی توسعه مرحله اول سوخت جامد برای موشک های بالستیک هسته است هیئت کارشناسی سازمان ملل در این گزارش اضافه کرده است که برنامه هسته‌ای کره شمالی با وجود عدم آزمایش هسته‌ای و بسته شدن سایت هسته‌ای پیونگری همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. به گزارش CNN در حالی که مقامات تجاری چین از آغاز مذاکرات تجاری با آمریکا سخن گفتند، تهدیدهای ترامپ همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سهشنبه گفت اگر چین با شروط تجاری آمریکا موافقت نکند تولیدش نابود خواهد شد این در حالی است که کارشناسان اقتصادی میگویند که داده های جدید نشان میدهد جنگ تجاری با چین تبعاتی را برای آمریکا به دنبال داشته و کارخانه های آمریکایی که وی مدعی محافظت از آنهاست آسیب دیدند چند روز بعد از اعمال تعرفه های جدید شاخص فعالیت های تولیدی آمریکا شاهد کاهش بود این نشان دهنده کاهش فعالیت کارخانه های آمریکا برای نخستین بار از سال 2016 است. این کاهش صادرات نتیجه جنگ تجاری ترامپ و چالش خارج کردن زنجیره تأمین از چین برای اجتناب از تعرفه هاست. چین همچنین روز دوشنبه اعلام کرد به خاطر تعرفه های جدید ترامپ از آمریکا نزد سازمان تجارت جهانی شکایت خواهد برد. به گزارش CNN شماره موبایل بیش از 400 میلیون حساب کاربری فیسبوک در فضای آنلاین منتشر شده است. اطلاعات 133 میلیون حساب کاربری آمریکایی، 18 میلیون حساب در انگلیس از جمله 419 میلیون سابقه اطلاعاتی فیسبوک هستند که در یک سرور بدون پسورد آنلاین ذخیره شده بودند. به گفته فردی که این مخازن اطلاعاتی را کشف کرد پروفایل فیسبوک و شماره تماس برخی افراد مشهور نیز باش شده است. فیسبوک نیز این گزارش را تایید اما اعلام کرد. تعداد شماره تلفن فاش شده نصف این میزان است. زیرا برخی اطلاعات تکرار شدند. در همین راستا کارشناسان تخمین میزنند این اطلاعات در معرض سوء استفاده کلاهبرداران قرار داشته است فیسبوک بخشی از این گزارش را تایید کرد اما طبق اعلام شرکت تعداد افرادی که اطلاعاتشان فاش شده نصف 419 میلیون نفری است که در گزارش ها آمده است روزنامه واشنگتن پست می نویست چین و امریکا در ماه اکتبر مذاکرات تجاری خود را از سر خواهند گرفت. به نوشته ای این روزنامه وزیر تجارت چین در بیانیه‌ای گفته است مذاکره کننده ارشد تجارت چین و معاون نخست وزیر این کشور در تماس با استیو منوچین وزیر خزانه داری امریکا توافق کردند که گفتگوها در سطح میانه از اواسط ماه سپتام آغاز شود. واشنگتن پست می خبر از سرگیری مذاکرات میان دو کشور باعث افزایش سهام بازار بورس شد به نحوی که سهام بورس داوجون صبح پنجشنبه 400 امتیاز برابر با 1.6 درصد افزایش یافت به نوشته واشنگتن پست این خبر باعث خوشحالی و استقبال تجار و مشاغل و صاحبان سرمایه ای شده که تعرفه های تجاری دونالد ترامپ حدود 550 میلیارد دلار فشار اقتصادی به تجارت چین وارد کرده است به گزارش واشنگتن پست صاحبان مشاغل از دولت خواستند تا هرچه سریعتر به جنگ تجاری با چین پایان دهد این روزنامه می نویسد مشخص نیست که آیا هر دو طرف درگیر ماجرا نتایج قابل توجهی از این ملاقات انتظار دارند یا خیر واشنگتن پست می نویسد تحلیلگران سیاسی در چین معتقدند دولت کنونی چین تصمیم دارد همان سیاست قدیمی ماو ما را مبنی بر جنگ و گفتگوی همزمان به پیش ببرد تمایل همزمان برای گفتگو و تصویه حساب با واشنگتن در سوی دیگر روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله‌ای به روابط میان ایالات متحده امریکا و قطر این کشور کوچک و ثروتمند عربی پرداخته و می نویسد روابط دو کشور از سال 1972 میلادی آغاز شده و حدود 5 دهه قطر اکنون نزدیکترین دوست امریکا در منطقه است این روزنامه می نویسد ایالات متحده امریکا در طول تاریخ دوستان و متحدانی را در سراسر سر جهان برای خود به دست آورد برخی از آنها شرکای تجاری هستند برخی شرکای سیاسی تاکتیکی و برخی متحدان نظامی اما در میان همه این متحدان امریکا تنها یک کشور است که همه این موارد را دارد و آن قطر است این روزنامه می نویسد اکنون نزدیک به 50 سال است که از روابط دو کشور می گذارد و قطر محل زندگی هزاران امریکایی است که نقش عمده در تجارت دو کشور دارند واشنگتن تایمز به روند رو به افزایش سطح مبادلات تجاری میان قطر و امریکا می و می نویسد مبادلات دو کشور سالانه حدود 6 میلیارد دلار است این روزنامه می نویسد در سال 2018 صادرات قطر به امریکا 855 5 میلیون دلار بود و متقابلا صادرات امریکا به قطر بالغ بر 5 میلیارد دلار بوده است بنابر نوشته این روزنامه اکنون در قطر بیش از 120 شرکت بزرگ امریکایی فعالیت می کنند اما نکته جالب در مورد این شرکت ها این است که تنها 20 مورد از این شرکت ها در حوزه نفت و گاز فعالیت دارند این روزنامه ادامه می داد بیش از 650 شرکت مشترک هم در قطر فعالیت دارند که اغلب آنها در زمینه توسعه ساخت و ساز و مشاوره فعالیت می کنند به نوشته این روزنامه سطح مبادلات تجاری دو کشور البته به همین میزان خلاصه نمی شود. قطر تصمیم دارد تا پایان سال 2020 45 میلیارد دلار در امریکا سرمایه گذاری کند. واشنگتن تایمز می نویسد قطر در سال 2018 اعلام کرد قصد دارد طی یک دوره 5 ساله 20 میلیارد دلار در زمینه صنایع نفت و گاز امریکا سرمایه گذاری کند.